جنایت های تروریستی علیه شیعیان افغانستان در دوران تسلط سنی های تندروی طالبان به بالاترین سطح رسیده به طوری که صدای اعتراض و انتقاد بسیاری از شخصیت های بین کشورها و سازمان‌ها را هم برانگیخته است. در این میان اما محرومیت هایی که شیعیان و مناطق شیعه در افغانستان از آن رنج میبرند هم جنبه دیگر از ظلم علیه این شیعیان است. و در بسیاری از حالتها موجب مرگ تعداد زیادی از آنها شده است. همکارم فاطمه موسوی گزارش می دهد. شهرها و مناطق مختلف شیعه نشین در افغانستان در بره های زمانی مختلف نسبت به دیگر مناطق این کشور محرومتر بوده و توجه کمتری به این مناطق می شد. این محرومیت و عدم رسیدگی در دوران حکومت طالبان بیش از پیش شد و توجه به مناطق شیعه نشین به کمترین سطح خود رسید. برخی از این مناطق شیعه نشین حتی از داشتن راه و جاده های ارتباطی مناسب و ایمن محروم هستند که این امر موجب وقوع تصادف های زیادی در آن می شود. استان دایکندی در مرکز افغانستان همواره با حوادث جاده‌ای و ترافیکی مرگبار تیتر خبرهای رسانه ها می شود. حوادثی که برابر با حملات تروریستی در سایر بخشای این کشور از ساکنان این استان قربانی میگیرد. در تازه‌ترین مورد روز شنبه دو حادثه ترافیکی در این استان اتفاق افتاد که جان 9 نفر را گرفت و 13 نفر دیگر را زخمی کرد. این حوادث در های میرامور و شهرستان در استان دایکندی رخ داد. در سال جاری دستکم کم پنج حادثه ی ترافیکی در دایکندی رخ داده که بیش از پنجاه کشته و سی یک زخمی بر جای گذاشته است. در میان قربانیان این حوادث زنان و کودکان نیز وجود داشتند. متاسفانه آمار دقیق از قربانیان این حوادث در دایکندی وجود ندارد و بسیاری از حوادث ترافیکی که در این استان رخ می دهد از چشم رسانه ها دور می ماند و هیچگاه بازتاب خبری داده نمی شود. اما با وجود این هم احتمال می رود که در حوادث ترافیکی دو دهه اخیر در دایکندی صدها نفر جانشان را از دست داده باشند و صدها نفر دیگر زخمی شده باشند. استان دایکندی در سال 1382 با فرمان حامد کرزعی رئیس دولت انتقالی افغانستان تأسیس شد. این استان هنگام تأسیس دارای نه شهرستان بود که بعدها به یازده شهرستان افزایش یافت. اکنون دو دهه از تأسیس این استان می گذارد. اما هنوز بسیاری از اداره های دولتی در شهرستان های این استان دارای ساختمان نیست و در خانه های گلی ساکنین محل مستقر هستند. در سر, و سر این استان دور افتاده و محروم کمتر از سی کیلومتر جاده وجود دارد که آن هم بر اساس میارهای بینالمللی بین المللی ساخته نشده است. خرابی جاده ها و راه های دسترسی سعب عامل اصلی حوادث ترافیکی مرگبار در دایکندی است. و هر از گاهی از ساکنان این استان قربانی می گیرد. مسیرهای ارتباطی دایکندی جاده های غیر هستند و بر این اساس خطر انحراف خودروهای مسافربری از جاده همواره مسافران این استان را تهدید می کند. در دو دهه گذشته اعتراض های گسترده به خرابی جاده های دایکندی و مرگبار بودن آن مطرح شده اما با تمام این اعتراض ها تنها جاده داخلی شهر نیلی مرکز این استان در آخرین ماه های سقوط نظام جمهوریت در افغانستان آسفالت شد جاده هایی که مرکز استان دایکندی را به شهرستان های این استان وصل می کند مرگبارترین جادهها ها هستند و بسیاری از این جاده ها توسط مردم محلی ساخته شده و حکومت ها هیچ گونه توجهی به ساخت زیربنای این استان و راههای ارتباطی نکردند. استان دایکندی که ساکنان آن عمدتا شیعیان هزاره هستند در دوره نظام جمهوریت محرومترین استان افغانستان بود. و به توسعه و انکشاف آن همواره بیتوجهی صورت گرفت. اما در یک سال گذشته که طالبان بر افغانستان حاکم شده اند، محرومیت این استان همچنان ادامه داشته و چند برابر شده است. با وجود اینکه در یک سال اخیر حوادیس ترافیکی در دایکندی به شدت افزایش یافته و جان شمار زیادی از ساکنان این استان را گرفته اما طالبان هیچ گونه برنامه دست کم برای ترمیم جاده های این استان روی دست نگرفته است. فاطمه موسوی اخبار شیعه